سلام دوستان، احتمالا شما این چند وقته به این مشکل برخوردین که چرا یه دفعه هلوش نمیدونم 17000 تا 18000 تا 20000 تا اومده تو حساب من. میخوایم بریم این ارزه رو بررسی کنیم. ارزی به نام امنپ هستش. بذارید من بیارم گوشی رو نگاه کنید. ارزی به نام امنپ، معلوم نیست این ارزه از کجا اومده، اصلا چرا اومده، آیا میشه فروختش، اصلا آیا اصلا این کیف این ارزه ضرر داره واسه کیف پول ما، حالا چون به صورت ایردراپ اومده و شما به راحتی میتونید دریافتش کنید، مبلغش هم حالا یه دفعه باز شده زیاده و هر کسی میتونه دریافتش کنه، آیا قابلیت فروش داره، آیا اصلا امکان همچین چیزی داره؟ ببینید تو این ویدیو همراه باشین تا بهتون بگم این ارز کاملا کلاهبرداریه، کاملا فیک، کاملا اسکمه. خب دوست، قبلش من بهتون بگم این توکن یه توکن کاملا اسکمیه، همین جوری اومده به حساب یه سری افراد، معلوم نیست پشت پردش چیه. بریم یه بررسی خیلی خلاصه‌واری داشته باشیم، چون من اصلا علاقه به شیت کوین ندارم، فقط جهت آگاه کردن شماها بهتون بگم این چیزا دروغ، این چیزا فیکه، بهشون اعتماد نکنید. بریم بررسی کنیم ببینیم چرا اینجوریه، چرا اومده، داستانش چیه. خب اول من از سایت کوین مارکت کپ شروع میکنم. اگه این قسمت، اگه کوین مارکت کپ رو بزنید، ماینریوم BSC که بر بستر بایننس اسمارت چین رو وارد کنید، میبینید که توی 24 ساعت 540% خورده. خب مبلغ زیادیه. اگه مارکت کپش رو نگاه کنید، ببینید این مارکت کپی که نوشته، یعنی تیم کوین مارکت کپ تایید نکردتش، تایید نکردتش، نگاه کنید خودش با توجه به حجم مبنایی که جابجا میشه در 24 ساعت گذشته بیان میکنه، که یعنی میگه که این 150 هزار دلار آقا جابجایی داشته، ولی میاد میگه فولی دیلیتد، یعنی کل ارزش بازار این با این همه حجمی که وجود داره 22 میلیارد دلاره، که اصلا جز رنگ های بالاه. ولی اینجا اگر رنگش رو نگاه کنید میبینید 4033، اصلا چیز نشده، تایید نشده، و 3500 تا معذرت میخوام از این واژه استفاده میکنم، ابله اومدن اینو تو واچ لیستشون استفاده کردن و نظر و رأی هم میدن. خب نمودار عجیب غریبی دارن اینجور ارزه که تازه عرضه شدن، توی سه تا صرافی وجود دارن، پنکیکس و ورژن دوش، اغلب نمیدونن چجوری اضافه کنن. من بهتون میگم چجوری اضافه کنید، تو هات بیت هست، توی سوشی سواب هم هست. تو سوشی سواب حجم معاملاتی صفر، بیشتر حجم معاملاتیش تو هات بیته. هات بیت بیشتر از همه شیت کوین توی صرافیش وجود داره، به خاطر همین پیشنهاد میکنم که توش اصلا معامله نکنید. پنکیک سواب و غیر متمرکز ها جز بهترین ها هستن، که حالا حجم معاملاتی 85 هزار تا داره و هات بیت هم 138 هزار تا حجم معاملاتی داره. خب بریم سراغ قسمت بعدی که میخوام توضیح بدم. اگه وارد سایتشون بشید، همینجا هم قسمتش هست، اینو بی اس سی ماینریوم بزنید. حالا من اینجا باز کرده بودم، وارد همچین محیطی میشید. خب چیزی که مش کار داریم قسمت سومه، نوشته آیا 150 هزار تا توکن ام ان بی دریافت کردید. ببینید آپشناتون اینجا چیه. خب که اگه اینو باز کنیم، میاد یه توضیحات مختصری میده که از بالا مشروع میکنم. میگه یه سری، بذارید کامل منو ببینید توضیح بدم. ببینید این میگه این صفحه شامله، توضیح میده که خیلی هم توضیح میده، خیلی جزئی توضیح میده، من همشو وقت نکردم بخونم. اومده پلتفرم وب 3، حالا میان خودشون رو یه ذره بزرگ میکنن دیگه، وب 3 ماینریوم بررسی میکنه، که میگه قبلش لطفا یک براوزر وب 3 مثل متاماسک یا تراست والت یا کوین بیس یا حالا خودشون طرفداری میکنن دیگه پشت پرده همه، توضیح میده راجع به اینا. هر قسمت رو بهتون توضیح داده. ام ان بی گفته آدرسش اینه، سیمبلش ام ان بی 8، به خاطر اینکه اگه خودتون خواستین دستی استفاده کنین. یه سری نورمال آدرس داریم، مثل جنسیس آدرس داریم، جوری که من خوندم جنسیس آدرس، آدرس هایی که اولیه به وجود میان، آدرس هایی که به سر خودمون روندن راحت به دست میان و با این آدرس ها فرق دارن. نوشته they function like any، اینا میگه جنسیس آدرس ها مثل هر آدرس دیگه ای میتونن فعالیت کنن، هیچ محدودیتی ندارن، تنها فرقشون اینه که حالت اولیه دارن دیگه، اینیشیالن یعنی ابتدایی. خب میاد راجع به جنسیس آدرس توضیح میده، میگه سال جوان 2021 میلیون و 300 هزار تا جنسیس دیستریبیوت شده، اصلا کاری به این نداریم، اینا تقریبا خزعبلاته. میرسیم به اینجا که بحث فروشش مطرح میشه، که من خیلی رفتم دنبالش ببینم چه جوری میشه بفروشی. اینم نه، اینا دنبال کلاهبرداری هستند، دنبال اینن که یک کاری بکنن، تو این کارو بکنی، اون کارو بکنی، بعد بیان بگن حالا این کارو بکن، حالا بفروشش.
خب ببینید، میاد جنسیس آدرس لول یک رو میگه. شما وقتی داشته باشید، وقتی تازه، وقتی ام ان ای بی رو توی تراست ولت توی جای دیگه فعال میکنید، بهتون میگم چه جوری فعال میکنید. میتونید یه سری قابلیت داشته باشید. قابلیتش تقریبا شما کار خاصی نمیتونید بکنید. میگه میتونید برید جون استخدام شرکت کنید، یه سری تخفیف ها بگیرید. اصلا چیز مزخرفیه. یو کناتاش همیشه وجود داره. نمیتونید ام ان ای بی ترانسفر یعنی انتقال بدید، نمیتونید از یک صرافی ام ان بی استفاده کنید، نمیتونید جنسیس آدرس انتقال بدید، نمیتونید اون مبلغی که دوست دارید و یعنی حالا بهتون میگم این قسمت چیه، ست پرایس فور د سل یو ویش، یعنی اون اکانت ام ان ای بی تون رو برید بفروشید به یک کسی دیگه و نمیتونید سلف ماینینگ بکنید. حالا به اصطلاح خودشون سلف ماینینگ دیگه، یعنی اتوماتیک خودش ماین میکنه، که اصلا کاملا خزعبلات این چیزه. میگه جنسیس لول دو حالا میتونید پرایسی که دوست دارید بفروشید، هر پرایسی که دلتون میخواد، بازم ناکنید، همچنان نمیتونید ام ان بی انتقال بدید به آدرس دیگه، نمیتونید استفاده کنید، نمیتونید حتی ام ان بی دریافت کنید. حالا فرض کنیم لول 3 مثلا بیشتر پول دادیم آقا ام ان بی بی، میتونیم ماین کنیم، میتونیم کارهای دیگه بکنیم. کارهای دیگه چیه؟ میتونید همون مبلغی که دوست دارید اون والتتون و اون آدرس ام ان ای بی تون رو بفروشید، میتونید ترانسفر بکنید جنسیس ادرستون رو به آدرس های دیگه، میتونید سلف ماینینگ بکنید. هزینش من بهتون جلوتر میگم 0.9 بی ان بی، 0.9 بی ان بی. باید واقعا ریسک کنید بتونید بفروشید. کار سختیه، من ریسک اینو نمی کنم، هیچ وقتم نخواهم کرد، چون ارزه کلا کاملا بی ارزشیه، کاملا بی اساسیه. میتونید استفاده کنید، بازم با این همه هزینه ای که کردیم، کاری که کردیم، نمیتونید امنی بی دریافت کنید. فقط میتونید ارسال کنید و نقدش کنید و بریم ادامه ماجرا. خب این کلا یه ذره کار سخت میکنه، چون داره خب در خرد دغلبازی در میاره دیگه. این هم فیشر هولدرز که آقا یک بخشی از اون پول، اون لیکویدیتی پول، اون استخر نقدینگی را اگه شما بخرید، اگه داشته باشینش، میتونید حالا اون بی ام بی رو دریافت کنید، که این همه وعده بعیده. منم میتونم سایت بزنم، منم میتونم چی کاری بکنم، هیچ پشتوانه هم نمیخواد، یه تبادل مالی میکنم با یکی و راحت همچین کاری هم میکنم. حالا نمیشه چجوری آپگرید کنید، که نمیشه میتونید آپگرید کنید لول دو رو، که یه بار 0.3 بی ام بی پرداخت میکنید، حالا به علاوه کارموزش که بهت میگم چه چیز افتضاحیه. یا میتونید به لول 3 چیز کنید، میتونید هم ماینینگ شروع میشه، یعنی خودش زیاد میشه اتوماتیک، و قابلیت ترانسفر هم خواهید داشت. فقط نوشته ترانسفر دارین، نیاید بیاید بگید یا آقا ما 0.9 بی ام بی دادیم نتونستیم ترانسفر. بابا نرید 2 میلیارد تومن شیبا بخرید، تو رو خدا نرید از این شیت کوین ها بخرید. یه شبه پولدار نمیشید، یه شبه فقط شانسی میتونید پول داشتید. نصیحت دارم به شما میکنم، اب نداره، من سریع صحبت ما بکنم برید صحبت. خب هیچ کاری میتونید، یعنی کار خاصی نکنید و خب ماین نمیشن و بعدا هم بالاخره از اکانتتون میرن، نابود میشن، یا میتونید اکانتتون رو از بین ببرید. خیلی اینجا توضیح داده، من نمیخوام زیاد حاشیه برم. نشه آپگرید باسینز کار نمیکنه، چی کار کنید، اینها رو خودتون با تک تک ببینید. توی 10 دقیقه 15 دقیقه من نمیتونم اینها رو جمع کنم، باید چیزهای دیگه هم بگم بهتون. خب بریم قسمت بعدی، میریم این قسمت اولمون. این دفعه با وب 3 پلتفرم این کار داریم، اینو باز میکنیم. این اومده توضیح داده که اول از همه نوشته لازم دارید کانکت کنید والتتون رو به بایننس اسمارت چین. من چون از مرورگر بریو استفاده میکنم نتونستم این کار کنم، رفتم توی این یکی مرورگر یعنی کروم، اینجا چون متامسک هم رو داشتم، تونستم ادش کنم، اضافهش کردم و قسمت اد کردنش هم چیز مشکلی نیست. شما همین الان هم میتونید دریافتش کنید. اگر توی متامسکتون بزنید اسست رو بیارید، اول اسمارت چین رو باید اد کنید. البته اینجا اسمارت چین رو میزنید، بعد میزنید اد نتورک. اد نتورک رو که بزنید، اینجا یه سری قسمت داره. اگه خواستید بایننس اسمارت چین رو اضافه کنید به چیزتون، که من اینا رو همه رو تو دیسکریپشن میذارم، نتورک نیم، نیو آر پی سی یو آر ال، چین آی دی 56 و همه اینا رو من میذارم تو دیسکریپشن، میتونید اونجا اد کنید، کار خاصی نداره. و بعد بیاید ایمپورت توکن رو بزنید. وقتی که اینو باز کردید کافیه از اینجا این قسمت ایمپورت توکن رو میزنید، بعد
اون توکن اونجا، اینم تو دیسکریپشن من میذارم براتون، توکن کانترکت ادرس ام ان بی، سیمبولش و دسیمالش رو که همش چرت ها، ولی حالا میذارم که ببینید که حداقل از چیزای مزخرفم بتونیم چیزایی یاد بگیریم که برای آیندهمون به کارمون بیاد. خب بریم سراغ قسمت بعدی. خب ببینید، نکنید یه آدرس برام درست کرده، گفته خب این آدرس جنسیس شما، با توجه به تراستی که به وجود آوردیم این آدرس جنسیس شما. تایپش چیه؟ جنسیس ادرس لول 1، یعنی اگه ما آپگرید نکردیم خلاصی هم نداریم. ببین میگه توتال بالانس 150000 تا، درسته، ولی نمیتونی برداشت کنی، اویلیبل بالانسی نداری، فقط بالانس بهت نشون داده، همین، پس کار خاصی نمیتونی بکنی. اینجا نگاه کنید، گفته بعد از مرورگر به بسته همون متاماسک که بهتون گفتم، اینجا دکمه کانکت رو میزنید، ساین میکنید. دوستان خطری نداره واسه یه کیف پولتون، اگه خیلی نگرانید میتونید جابجا کنید. ببینید اینا، این کیف پولا کانکت که میشن دسترسی ندارن، که دسترسی ندارن، با اجازه شما میتونن یه سری تراکنش انجام بدن، فقط میتونن ببینن شما موجودیتون اینه، این تراکنش رو انجام دادید، همین، نمیتونن ببینن که شماها تونستید کارهای مختلف، تونستید نمیدونم دسترسی داشته باشن به چیزهایی که توی والتتون وجود داره. خب قسمت بعدی میگه مطمئن باشید که آدرستون برای سیل، یعنی همون قسمتی که بهتون گفتم میگم، برای سیل نیست، که این پایین نوشته دیگه، نکن سیت فور سیل، میتونید بفروشید نکنید. حالا بذار من بالاتر توضیح بدم، اگه میخواین مالتیپل، یعنی چند تا آدرس رو با هم چیز کنید ارتقا بدید، اینو میزنید، حالا صفحه جدیدی براتون میاره و آدرس ها رو میزنید و کلکیولیت و سند و یه هزینه وحشتناکی بهتون میگه. ما که اصلا کار ندیم، من یه کلیتی بهتون بررسی میکنم، بهتون میگم که خودتون پروژه ها رو برید شناسایی کنید، ببینید اینجوری خلافن، اینجوری غلطن، چرا این پروژه باید غلط باشه، چرا اصلا من باید همچین هزینه ای بذارم. قبلش حتما باید تحقیق کنید، اصلا مهم نیست که سولانا، اصلا مهم نیست که حتی بیته، حتی بیت کوین، بیت کوین هم ممکنه یه روزی صفر بشه، این اصلا بعید نیست فکر کنید نه دیگه بیت کوین فلان بعید. خب حالا نوشته لول 2 اکتیویشن فیش 0.3 گس فیمونم برای لول 2، لول 2 ماینینگ شروع میشه و لول 3 قابلیت ترانسفر دارید. حالا به قول خودشون دیگه گفتم بهتون دیگه، معلوم نیست چی بشه. خب اینا میتونید که ست کنید برای فروش، ست فور سیل رو میزنید و حالا اینجا رو نگاه کنید، اینجا از همه جالب تر است، چیز عجیب، فقط قسمت چیزش رو نگاه کنید، استیمیتد گس فی که توی شبکه بی ام بی نزدیک 38 صدم داره ازتون میگیره، یعنی نزدیک 150 دلار داره، بیشتر 200 دلار داره ازتون میگیره، که اصلا مبلغ خیلی زیادیه، حالا ما ریجکت میکنیم میره، چیز پیچیده خاصی هم نداره، من فقط اومدم بهتون بگم که آقا این پروژه چرت محضه، مزخرفه، سمتش نرید، اصلا خطری نمیتونه داشته باشه برای کیف پولتون. دوست دارید اسکرین شات بگیرید برای بقیه بفرستید بگید من آقا مثلا 20000 تا تو کیف پولم دارم ولی نمیتونم بفروشم، نمیدونم 2 میلیون دلار تو کیف پولم دارم ولی نمیتونم کاریش کنم. آره دیگه اینم هست. خب قسمت بعدی، یه قسمت دیگه میخواستم توضیح بدم، پنکیک سواپ میخواستم توضیح بدم. خب دوستان ببینید، میرید تو سایت پنکیک سواپ، این هم میذارم تو لینکش تو دیسکریپشن، اینجا شما نمیتونید وارد کنید، خب یه ذره دشواره کلا وارد کردنش، یه ذره دردسر داره. خب این ام ان ای بی رو میزنید، خب اینجا اگه سرچ کنید نمیاره، نگاه کنید، ببخشید ام ان ای بی اگه سرچ کنید نمیاره، خب نمیتونه پیدا کنه، چون جزء توکن های توسعه یافته است، یعنی هنوز لیست نشده، در حال لیست شدنه. خب منش توکن رو که بزنید، منش توکن رو میزنیم، میریم تو قسمت توکنز، اینجا قراردادش رو از کوین مارکت کپ که اینجا این گزینه یه کپی آدرس رو میزنیم، میریم اینجا، اینجا پیستش میکنیم و ایمپورت رو که بزنید، حالا میگه که همه میتونن همچین چیزی درست کنن اگه مطمئنین انجام بدید، اینم که میگه آره میفهمم، انیبل رو میکنید، خب اینجا بالا بالانس میاد. حالا اینجا جالبه، الان مثلا من اینو میبرم بالا، میکنم 150000، ماکس رو میزنم، ماکسی که بزنید پرایس ایمپکت میره بالا، چرا؟ چون خریداری وجود نداره، ولی وقتی من اینو کم کنم بکنم 1000 تا، خب 1000 تا که مثلا به من 0.2 بی ام بی بده، از اینجا به بعدش رو به فنا خواهید رفت. حالا نگاه کن،
انیبل رو 100 میلیارد بارم که بزنید نمیاره. چرا؟ چون اون شرایطی که گفته رو فراهم نکردید، چون لول 3 ندارید، چون باید اول 9 تامو بی ام بی پرداخت کنید، چون بعد از اینکه 9 تامو بی ام بی پرداخت کردید اصلا معلوم نیست چی میشه. آره دیگه، هم از ویدیو امروز ما بود. اگه دوست داشتید کانال لایک و سابسکرایب کنید، ممنون میشیم، از ما حمایت میکنید. ما بدون شما کسی نیستیم، ما یه ذره بیارزشیم تو این دنیا. امیدوارم که شما بتونید از این ویدیو لذت برده باشید و گول این پروژه اسکم رو نخورید، و تا دوری دیگر، بدرود.